در دهمین روز محرم به یکی از مساجدی رفتم که در سالهای گذشته در چنین روزی آماج مرگبارترین حمله داعشیان قرار گرفت. مسجد کارته سخی. برای جلوگیری از هر حمله احتمالی آمادگی گرفتند. به خاطر ناامنی، به خاطر تهدیدهای دشمن، به خاطر تهدیدهای داعش طالب. در مقایسه با سالهای گذشته حضور مردم در این مکان مذهبی کمرنگ به نظر می رسد. به خاطر که دشمن بسیار زیرکانه و نامردانه هر کار را میکنن و مردم هم به خاطر جان خود کوشش میکنه که هر کدام و منطقه خود و مراسم خود برگزار کنه و هر طرف نرن. با وجود همه تهدیدها اما برنامه های ویژه عزاداران در هر گوشه از شهر گرم است. انشاءالله همین نظر و نظرات باعث شود که یک صلح سرتاسری، یک امنیت در کشور ما پایدار و استقرار بماند. شعور حسینی را برای مردم به نمایش بگذاریم. شعور حسینی پای ما همیسته. و شمار دیگر به زخمی های نیروهای امنیتی خون اهدا می کنند. تمام گروه هایی که در مخالف دولت هستند با نیروهای دولتی می جنگند، انزجار و بیزاری خود اعلان می کنیم و با خون خود و با جان خود اعلان می کنیم که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی خود هستیم. برای مهار تهدیدها نیروهای مردمی بیشتر از نیروهای دولتی نقش گرفتند. می گویند ده شبانه روز می شود که سرگرم تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها در شهر کابل هستند. مراسم عاشورا زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، تا جایی که در بسیاری از بخش‌های شهر ایستهای بازرسی از سوی نیروهای امنیتی و خود مردم ایجاد شده بود. نقش بیشتر در تامین امنیت را خود مردم به دوش داشتند.